بریم سراغ اجاسمنت ها که این بخش از فتوشاپ هستن و بسیار پرکاربردن توی تمامی زمینه ها چه معماری باشه چه غیر معماری ما کاربرد اجاسمنت ها رو به همراه فیلتر هاشون یا همون ماسک ها خیلی زیاد می‌بینیم من یک رندر رو میارم این محیط مکس هست و اینم رندر کار من این تصویر رو باز می‌کنم، خب بریم سراغ اولین اجاسمنت که برایتنس کانترسته دقت کنید هر عکسی رو که شما وارد میکنید در قالب لایه بکگراند که قفل هست توی پنل لایه ها میبینیم به محض اینکه یکی از این اجاسمنت ها رو من روش کلیک میکنم به عنوان مثال برایتنس و کانترست اون اجاسمنت رو به همراه یک ماسک میبینیم که داره تاثیر میذاره روی لایه پایینیش قبلا من گفتم هر جایی از این ماسک تیره باشه یعنی این اجاسمه تاثیر نداره روی پایینی و هر جا که سفید باشه به این معنی هستش که این اجاسمنت میتونه تاثیر بذاره روی پایینی روی هر کدوم که میرم تنظیمات مربوط به خودش رو برای ما میاره که بسیار مشابه هم عمل میکنن خصوصا توی ماسک که دقیقا یک کار انجام میدم و سراغ معرفی پارامترهای اون میریم خب این اولین هست brightness کانترست به من به اینکه زدمش اینجا من دارم میبینمش برایتنس و کانترست دو تا پارامتره اگه من برایتنس رو افزایش بدم روشنایی های صحنه رو تقویت دارم میکنم دقت بکنید من روشنایی ها رو افزایش دادم و این تیرگی تا جایی که براش مقدور باشه دچار تغییر نمیشه بیشترین تاثیر رو توی براقی روشنایی‌ها روشنایی داره و اگر من این برایتنس رو کم بکنم میبینیم روشنایی‌ها رو کم میکنیم خب پس به کمک برایتنس ما صرفاً فقط میتونیم روشنایی‌های تصویر رو زیاد و یا کم میکنیم کاری با مناطق تیره یا شدوها نداریم این دکمه اوتو است معمولا اَجاستمنت های حالت اوتو هم دارن که من پیشنهاد نمیکنم ازش استفاده کنیم به محض اینکه اوتو رو بزنید خودش یک عددی رو برای برایتنس و یک عددی هم برای کانترست قرار میده تا پیشنهاد بده که از نظر فتوشاپ این عکس میتونه گزینه خوبی باشه ولی قطعا هیچ وقت یک ربات یا کامپیوتر نمیتونه اون احساس و درکی که انسان داره از اون عکس رو منتقل بکنه اگر من این رو هایت بکنم میبینیم که این برایتنس کانترست توسط اوتو چه تغییر رو داره اعمال میکنه دقت کنید من این چشم رو که خاموش روشن میکنم یعنی هاید آن هاید میکنم اینجا همون چشم داره تغییر میکنه یعنی هیچ فرقی نکن شما چه به کمک این چشم بخواید هاید آن هاید بکنید چه به کمک این چشم دقت بکنید تمامی این پارامترهایی که این پایین هستن توی تمامی اجاسمنت ها تکرار شدن به خاطر این من الان این رو توضیح میدم ولی تو مابقیش دیگه نیاز به توضیح نداره چون دقیقا همین گزینه ها هستن به کمک این گزینه که ما میتونیم دلیت بکنیم مجدد میارم هیچ فرقی نمی میتونیم می با این هم ما دلیت رو انجام بدیم به کمک این میتونیم هاید و آن هاید بکنیم و دقت کنید الان که من تازه وردم یک بار دیگه میارم هیچ تغییری ندارم توی پارامتراش به خاطر همین اینها خاموش هستن به من که یک تغییر کوچیک من بدم این دو تا گزینه فعال میشه هیچ فرقی نمیگه چه اینو تغییر بدم چه اینو هیچ فرقی نداره به من اینکه تغییر توی ادجاستمنت ها ایجاد بشه به کمک این دکمه ما میتونیم ریستش بکنیم نیاز نیست پاک بکنیم و از نو رو بیاریم مثلا این رو من دادم خوشم نیمد، ریستش میکنم دقت کنید کنترل زد نیست من هر تغییری بدم مهم نیست چقدر باشه چه مقادیر باشه من اینو به من که بزنم ریست میشن داخل هر اجاسمنتی که ما باشیم البته بنابراین من الان توی این اجاسمنت هم به همین این فقط این رو میتونم ریست کنم و حالا هر تغییری که من میدم دقت کنید به کمک این دکمه من میتونم موقت اون رو هاید بکنم و به من اینکه دکمه رو ول میکنم دوباره آن هاید میشه در واقع همین کار انجام میده که این گزینه و این گزینه داره میکنه با این تفاوت که اینها دائم هستن وقتی من اینو میزنم موس بیارم هر کار دیگه ای بکنم اون دیگه لایه هاید شده ولی این دکمه چیکار میکنه باید دستم روی دکمه بمونه و به صورت موقت هاید میکنه به من که ول میکنم سریع دوباره برمیگرد سر جای خودش و هاید آن هاید رو که در واقع میشه گفت هاید رو به صورت موقت انجام میده اگر روی این دکمه کلیک کنم این فرمان رو دادم که این اجاسمنت حالا میتونه هر اجاسمنت اینجا باشه هر اجاسمنتی هست، صرفا فقط روی لایه پایینیش تاثیر بذاره و نه تمامی لایه‌های اون پایین الان اینجا من لایه زیادی ندارم ولی قطعا اگه اینجا دو تا لایه سه تا ده تا لایه هم داشته باشم وقتی یه اجاسمنت اون بالا قرار میگیره روی تمامی اونها به صورت تک تک داره این تاثیر رو میذاره ولی وقتی من این دکمه رو بزنم صرفا میگم که فقط روی همین لایه بیا این اجاسمنت رو تاثیر بذار خب من برمیدارم فعلا چون لایه پایینش ندارم روی همین کار میکنم پس یاد گرفتیم با برایتنس ما میتونیم روشنایی صحنه رو کم یا زیاد کنیم بدون که دست به مناطق تیره بزنیم یعنی تیره رو ما الان روشن و یا تیره نمی کنیم. مناطق شدو یا سایه ها یا تیره ها و الان نورش رو کم و زیاد نمی کنه. فقط نور مناطق روشن رو داریم کم و زیاد میکنیم ریسیت میکنم دو بار. یک بار که بزنید حالت کنترل زد دارید دو بار که بزنید ریسیت میشه خب بریم سراغ کانترست کانترست همیشه به معنی تضاد هست تضاد رنگی تضاد نور یعنی روشنایی ها روشنتر بشن و تیرگی ها تیره تر بشن یعنی در عکس هم عمل بکنن. یعنی به محض اینکه من دارم روشنایی رو روشن تر می تیرگی ها هم دارن تیره میشن توی این کار ریست می‌کنم. دقت کنید روشنایی روشن تر دارن میشن، تیرگی ها هم دارن تیره میشه. حالا اگه این کانترست یا تفاضل رو من کم می‌کنم، دقت بکنید تصویر بیروح میشه. روشنایی‌ها روشنایی ها تا حدودی کدر می و تیرگی ها هم تا حدودی روشن میشن. من ریست می خب پس کنتراست همیشه به این معنی هستش که ما این اختلاف نور زیاد و نور کم که شدوها ها رو میشن رو کم یا زیاد بکنیم معمولا نه تا انتها کم بکنیم گزینه خوبیه نه تا انتها زیاد بکنیم توی هر پروژه متغیر هستش و ما میتونیم اون رو تغییر بدیم تا اون چیزی که مد نظرمونه به وجود بیاد به عنوان مثلا روشنایی رو بیشتر میکنم و مثلا کنتراست رو زیاد میکنم اگه من هایدش بکنم میبینیم این تاثیر رو ما گذاشتیم توی اینجا اوکی دیگه پارامتر خاصی نیست فقط این یوز لجسی رو من بهتون بگم که یه سبک قدیمی است برای محاسبات که دیگه هیچ استفاده نمیشه و پیشنهاد میشه هیچ وقت تیکش رو نزنید دقت بکنید اگه من اینو ریسیت بکنم اگه من برایتنس رو تا ته زیاد بکنم و تا ته کم کنم، یه همچین تصویری رو داریم ریسیت ولی وقتی روی یوز لجسی رو بزنم شرایط فرق میکنه یا حتی در خصوص کانترست هم همینطوره کانترست تا ته زیاد تا ته کم در حالی که با یوز لجسی باشه به این صورت در میاد که میگم از این نوع محاسبه دیگه هیچ وقت استفاده نمیشه و نیازی نیست هیچ وقت تیکش رو بزنیم اما تا الان ما راجع به داشتیم صحبت میکنیم این اجاسمنت حالا میتونیم راجع به ماسکش صحبت بکنیم یعنی این ماسک همیشه هر ابزاری رو که شما انتخاب بکنید ببینید مثلا من اجاستمنت لولز رو میارم دقت کنید لولز اون اجاستمنت به همراه ماسک همون تنظیمات اجاستمنت کروز رو میارم اون اجاستمنت به همراه ماسک ها همشون یکیه یک کار رو دارن انجام میدن فقط اجاستمنت ها تنظیماتشون فرق میکنه ولی ماسکا کاراشون یکیه بنابراین وقتی یکی رو یاد بگیرید ما رو هم یاد میگیرید خب ببینید صفحه‌ای که من توی ماسک دارم می‌بینم کاملا سفیده یعنی تاثیر این اجاسمنت رو کلا توی تمامی صحنه ببینم ببینید کل صحنه داره مناطق روشنش روشنتر میشه یا مناطق روشنش داره تیره میشه توی کل صحنه به کمک ماسک ما میتونیم مناطقی رو تیره بکنیم یعنی مشکی بکنیم با رنگ سیاه و بگیم اونجاها تاثیر نذاره به عنوان مثال من میرم با یک براش مشکی آلت رو میگیرم روی کیبورد دکمه سمت راست موس رو فشار میدم اگه چپ و راست بکنم بزرگی کوچیکی براش رو مشخص میکنم اگه بالا پایین میکنم هاردنس و نرمی رو بر ما مشخص میکنم من اینو بزرگ میکنم با یه حالت اینطوری مثلا نرم یه مقدار کوچیکتر اینطوری میتونیم براش رو با راست کلیک توی صحنه هم همین کار رو انجام بدیم سایز و هاردنس رو تغییر بدیم و یا از اینجا تغییر بدیم ولی معمولا من خودم شخصا آلت رو میگیرم و با دکمه سمت راست مس این کار رو انجام میدم خیلی خب روی لایه ماسک دقت بکنید باشید نه روی لایه عکس دقت کنید روی عکس ما نمیخوایم خط مشکی بندازیم ما میخوایم روی ماسک بیایم مناطقی رو تیره بکنیم من اینو که ببینی من مثلا این محدوده رو دقت بکنید معلوم مشکی نمیکنم کار رو تکرار میگم مالیدن ماسک رو مشکی میکنم و میگم اینجا ها تاثیر نذاره اجاستمنت مورد نظر من اینجا رو من پاک میکنم در واقع پاک که نمیکنم مشکی دارم میکنم و تاثیرشو از اجاستمنت دارم پاک میکنم خیلی خوب دقت کنید فقط این ناحیه اگه من آلت رو بگیرم و کلیک بکنم روی ماسک دارم اینجا رو مشکی میکنم فقط این ناحیه این تاثیر میذاره روی پایینی دقت بکنید مگر اگر اینو هایت بکنم و آن هاید بکنم فقط دارم میگم اون ناحیه تغییر بکنه حالا من میتونم شدت این رو کمتر بکنم مثلا یه همچین چیزی فرزن مد نظر من بوده پس اینم از کاری که برای ماسک داره انجام میده مونتا وقتی من اجاسمنتش رو میارم ماسک رو اگر ببینیم روی ماسک برم این تنظیمات فعال بشه اینجا یه سری گزینه ها داریم ماسک اچ همون ریفاین اچ هستش که قبلا من توضیح دادم لبه های محدود های انتخاب چجوری باشه من میتونم اینا رو کم یا زیاد بکنم برای انتخاب بهتری داشته باشم میشه از این گزینه استفاده کرد که قبلا من توضیح دادم اینورت معکوسه ببینید سفیدی پایینیه و سیاهی بالاییه وقتی اینورت رو میزنم معکوس میشه یعنی در واقع من الان این اجاسمنت داره توی منطقه بالا تاثیر میذاره این اینورت رو من میتونم با گرفتن کنترل روی کیبورد و زدن آی اینور رو یا همین اینورت رو انجام بدم یا با همین دکمه پس این رو میدونیم این رو هم میدونیم این هم الان جلوتر بهتون میگم فدر مشخص محف شدگی اون لبه هاست ها دقت بکنید این لبه ها اگه من اینجا ماسک رو بزنم ببینید لبه های منطقی براش خورده من رو داره شارپ میکنه و یا محف میکنه دنسیتی هم شدت و تأثیر این ماسک هست نه اجاسمنت شدت و تاثیر ماسک ببینید سفید میکنم کلا دیگه اصلا هیچ تاثیری نداره اون براش و کلا داره تمام تصویر رو شامل حالش میشه این اجاسمه و وقتی تا ته ببرم میبینیم که نواهی که بابراش کردیم رو میتونیم ازش حذف بکنیم از دنسیتی خب خیلی استفاده نمیشه از فدر هم همچنین فقط از این ماسک اچ زیاد استفاده میشه برای اینکه لبه های مناسبتری رو ما داشته باشیم اما کالر رنج چیه که اینجا ما داریم بازم من تکرار میکنم تمامی این پارامترهایی که دارم میگم توی تمامی اینها ثابته توی بخش ماسکشون برید همگی همین تنظیمات رو دارم کال رنج چیه ببینید بچه ها؟ ما اینجا ابزارهایی داشتیم برای سلکت خب که میتونیم بخشی از تصویر رو سلکت بکنیم اما کال رنج رو ما توی بذارید رو من پاک کنم فقط همون لایه باشه توی Select کالر رنج رو ما داریم یعنی چی؟ یعنی بر اساس یک محدودی رنگی بیا بر من منطقه ای رو سلکت بکن یا ماسک بکن یا هر چیز دیگه ای من روش کلیک میکنم دقت بکنید مثلا فرزن من میگم این محدوده رنگی دقت کنید اون محدوده رو بر من میگیره من میتونم به اضافه یا منها بکنم اضافه بکنم به منطقه سلکتم اینجا این نوع رنگ و این نوع رنگ رو یا بیام با این اینجا رو بگم اینو کم بکن برای من دقت بکنید بس به نوع پروژهتون داره بعضی وقتا استفاده از این کال رنج که اینجا وجود نداره و باید از این منو سلکت اونو بیاریم میتونه گزینه خوبی باشه ولی برای اینجا الان به نظر من گزینه مناسبی نیست ما میتونیم فازینس یا محدودی عملکردش هم افزایش بدیم و یا, یا کاهش بدیم فرض بکنیم که این محدود مد نظر من بوده میگم این تصویر مناسب نیست یعنی این نو no سلکت الان مناسب نیستش برای تصویری که رنگ‌های واضح داره و اون رنگ دیگه جایی از تصویر تکرار نشده خوبه ناگهان اینجا یه کوچولو آبی ما داریم توی پارکت اینجا هم همینطور به خاطر این محدوده رو بر ما سخت میکنه میگه این طیف رنگی اینجا هم وجود داره حالا ای حال من اوکی میکنم محدوده رو بر من میکنه که من میتونم حالا ماسک بکنم پس توی تنظیمات ماسکش میرم این کالر رنج منظور همین این هستش که بر چه اساس بر اساس رنگ بیاد اون ماسک رو تغییر بده که بسیار کم ازش استفاده میشه خب پس اجاسمنت برایتنس کانترست رو ما باش آشنا شدیم و همچنین با ماسک هم یاد گرفتیم که چجوری کار بکنیم توی ویدیو بعدی میپردازیم به اجاسمنت لبل